ازدواج زیباترین دختر شهر از عطار نیشابوری. در روزگاران قدیم پادشاهی دختر زیبایی داشت که در زیبایی هیچ کس به پای او نمی رسید. دختر خواستگاران زیادی داشت و جوانان زیادی آرزو می کردند که دختر را از پدرش خواستگاری کنند. ولی چون می ترسیدند که جواب رد و یا حرف تلخی از پادشاه بشنوند، نمی توانستند به صراحت و به طور رسمی خواستگاری خود را اعلام کنند. اما گاهی برخی از دوستان پادشاه موضوعی را بهانه ساخته و نزدش می رفتند و در ضمن صحبت از عروسی و ازدواج نیز سخنی به میان می آوردند و از جوانی نام می بردند که لایق و شایسته است و در آرزوی ازدواج با دختری زیبا و با خانواده است. دوستان پادشاه بدین گونه حرفهایشان را به گوش او می رساندند. آنها انتظار داشتند که پادشاه دنبال حرفهایشان را بگیرد و رضایت خود را اعلام نماید. چون پادشاه منظور آن عده از دوستانش را می دانست و کاملا می فهمید که چرا آنها از جوانی تعریف می کنند، دنبال حرفهایشان را نمی گرفت. دختر هم گفته بود که من با جوانی ازدواج می کنم که خود مرا بخواهد، نه اینکه داماد پادشاه شدن را. در یکی از روزهای عید که خیشان و دوستان پادشاه در مجلس جشن حضور داشتند، صحبت به جایی کشیده شد که داماد خوب مثل پسر آدمی است و شاید از پسر هم دلسوزتر و مهربانتر است. پادشاه گفت: تا کنون از این گونه حرف ها زیاد شنیده ام و گوشم با این سخنان آشناست. اینک من و دخترم می خواهیم به طور جدی حرف بزنیم و به این گوشه و کنایه ها خاتمه دهیم. ما از میان خواستگاران دخترم کسی را انتخاب می کنیم که شایستگی دامادی مرا داشته باشد. ثانیاً من دست دخترم را در دست کسی می گذارم که بیش از همه خاطر خواهش باشد. بنابراین هر کس خواهان خواستگاری است، فردا صبح در اینجا حاضر شود تا شرایط انتخاب دامادم را بگویم. و دخترم نیز همسر آیندهش را ببیند و بشناسد و بعد عقد و عروسی را برگزار کنیم. حاضرین در جلسه رفتند و سخنان پادشاه را به اطلاع خواستگاران رساندند. فردای آن روز فقط 3 نفر در مجلس پادشاه حاضر شدند و همه عاشقان دختر از ترس اینکه مبادا سرزنش شوند در مجلس حاضر نشدند. پادشاه آن 3 خواستگار را به حضور طلبید و از ایشان نام و نشانشان را پرسید و پس از آنکه خوب آنها را شناخت، دختر را نیز خواند. دختر حاضر شد، پس پادشاه رو به آن 3 خواستگار کرد و به آنها گفت: معلوم شد که از همه خواستگاران دختر من فقط شما 3 نفر عاشق صادق هستید. اگر دخترم راضی باشد و هر کس را بپسندد، همین امروز با عروسی او موافقت می کنم و مراسم جشن عروسی را برگزار می نمایم. اما من پادشاه هستم و ازدواج با دخترم شرایطی دارد که باید آن شرایط کاملا به عمل بیاید. من شرایط را میگویم و 1 ساعتی به شما مهلت میدهم. شما باید در طول این 1 ساعت فکرهایتان را بکنید و نظر خودتان را روی کاغذ بنویسید و به ما بدهید. ما پس از اینکه نظرتان را خواندیم، تصمیم خودمان را آنطور که صلاح است میگیریم. یکی از شرایط این است که من عاشق و خواستار دخترم را به این ستون می‌بندم و به هر اندازه که بخواهم او را کتک می‌زنم. اگر زنده بماند، هر جایی را که ما تعیین کنیم باید با دختر من در آنجا زندگی کند و با درآمد خودش زندگی خود را ادامه دهد. هرگز به خانه من نیاید و در هیچ کاری به من مراجعه نکند. او نباید چیزی از من توقع داشته باشد و اگر با دخترم بدرفتاری و بداخلاقی کند و یا از او جدا شود، دستور خواهم داد او را بکشند و پوست از بدنش جدا کنند. و اگر کسی پس از آمدن به اینجا حاضر نباشد با این شرایط دخترم را بگیرد، باید ظرف 2 روز از این شهر بیرون رود و دیگر حق نخواهد داشت پا به این شهر بگذارد. در غیر این صورت من می‌دانم او. و حالا بفرمایید، این هم قلم و کاغذ. شما باید تا 1 ساعت جواب بنویسید و امضا کنید تا من تصمیم بگیرم که دخترم را به چه کسی خواهم داد. پادشاه این را گفت و به هر 1 کاغذی داد و آنها را تنها گذاشت.
یک ساعتی گذشت، سپس حاکم و دخترش آمدند و نامه ها را از آن سه جوان خواستند. اولی نوشته بود: من دختر پادشاه را دوست دارم و عاشقش هستم، ولی با شرایطی که ایشان مقرر کرده از پذیرفتن آنها عاجزم و از پادشاه تقاضا می نمایم با خیشان و پدر و مادر و خواهران و برادرانم کاری نداشته باشد. پس پادشاه و دخترش پس از خواندن نامه او به یکدیگر نگاه کردند. پادشاه گفت: این جوان تکلیف خود را روشن کرد. پس او هوسباز است و عاشق نیست. او می‌خواست با دخترم ازدواج کند که مردم بگویند فلانی داماد پادشاه است. این جوان ترسو و کم فکر است. پس او را از آنجا بیرون کردند و رفت. نامه دومی را خواندند. او نوشته بود: تمامی خواسته ها و شرایط پیشنهادی را قبول می‌کنم و هر ساعت آمادگی دارم که شرایط را به عمل آورید. اگر پس از کودک زدن بمانم، به آرزو و خواسته دلم می‌رسم و اگر زنده نمانم، آرزوی او را با خود به آن دنیا می‌برم. پادشاه از دخترش پرسید: چه نظری می‌دهی؟ دختر گفت: او مثل دیوانه ها فکر می کند و من شوهر دیوانه نمی خواهم. پادشاه گفت: آفرین دخترم، نظرت صحیح است. این جوان حاضر است با طناب به ستون بسته شود و کتک بخورد. من به یقین اطمینان ندارم که او آدم درستندیش و عاقلی باشد. پس او را بیرون کردند و او نیز رفت. نامه سومی را خواندند. او نوشته بود: در میان خیشاوندان ما دختران زیادی هست و هیچ کدام از آنها عیب و نقصی ندارند، ولی من دختر پادشاه را بیشتر دوست دارم و از جان و دل عاشقش هستم و گمان می کنم اگر او هم مرا انتخاب کند و عشق مرا نسبت به خود باور کند، خوشبخت خواهیم شد. من می خواهم با دختر پادشاه ازدواج کنم تا به خوشبختی برسم. بسته شدن به ستون و کتک خوردن که خوشبختی نیست و خوشبختی دختر حاکم نیز در آن گونه زندگی تأمین نمی شود، زیرا هم دختر پادشاه و هم داماد پادشاه همیشه سرفکنده و شرمنده هستند و شاید پادشاه هم راضی نباشد که دامادش مثل برده زندگی کند. من از پادشاه درخواست می کنم که مرا به این جسارت که کردم معذور بدارد، چون من خوشبختی خود و نیز خوشبختی دختر او را از خداوند خواست دارم. پادشاه خوشحال شد و گفت: بسیار خوب، من فکر و اندیشه این جوان را پسندیدم. او جوان دانا و عاقلی است و معلوم است که دختر مرا دوست دارد. پادشاه گفت: من رضایت قلبی خود را اعلام می‌دارم و امیدوارم با هم به خوشبختی و سعادت برسید و زندگی خوبی داشته باشید و به پای هم پیر شوید. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این ویدیو با من بودید بسیار سپاسگزارم. ممنون میشم با لایک و کامنت های پر ارزشتون کانالم رو حمایت کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. شاد باشید.